کشیش به هم بشارت داد دوستم من بشارت داد من برای توی بشارت دارم خدا رو شکر برای این بشارت دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما به برنامه بشارت خوش آمدید خداوند رو شکر هستیم که باز میتونیم کلامش رو بخونیم و یاد بگیریم دوستان امروز میخوایم دعا کنیم و با دعا پیام امروز رو شروع کنیم بیاید دعا کنیم ای خداوند شکر تیم برای کلامت شکر تیم برای نجاتت خداوند شکر تیم برای روح القدس که در وجود ما ساکنه شکر تیم برای این فرصتی که خداوند میتونیم کلامت رو بخونیم برکت بده کلامت رو به دل ما و کمک کن بتونیم بیشتر خداوند از تو شناخت داشته باشیم به نام عیسی مسیح دعا میکنم آمین آمین دوستان امروز پیام امروز عنوانش از نظریه تکامل یا خلقت نظریه تکامل یا خلقت و عنوان پیام امروز استش که اگه عکس این دو تا دو گلو رو نگاه کنید در شکم مادر استش که این عکس گرفته شده و در یکی از این دو گلو از دیگری پرسید آیا به وجود حیات بعد از زایمان اعتقاد داری آن دیگری جواب داد البته که اعتقاد دارم باید چیزی بعد از زایمان وجود داشته باشد شاید در این دنیا ما خودمون رو برای چیزی که بعدا خواهیم بود آماده می کنیم اولی گفت چه بیمعنا بعد از زایمان حیاتی وجود ندارد چه حیاتی می تونه باشه دومی گفت نمیدونم اما باید نور و روشنایی بیشتری نسبت به اینجا داشته باشه حتی شاید ما بتوانیم با پایهای خود راه بریم و با دهان خود غذا بخوریم شاید هم حسای دیگری داشته باشیم که الان نمیتونیم درکش کنیم اولی پاسخ داد این حرفا واقعا مزخرف است راه رفتن محاله غذا خوردن با دهان واقعا این مسخره است این تناب نافی که ما داریم غذا و مایعات و چیزهایی که بدن ما بدان نیاز داره به ما میرسونه گذشته از اینها ناف ما بسیار کوتاهه و بنابراین وجود حیات بعد از زایمان نمیتونه منطقی باشه دومی اصرار کرد و گفت من فکر میکنم چیزی وجود خواهد داشت که خیلی از این دنیا متفاوت در است شاید دیگر به این ناف نیازی نداشته باشیم اولی جواب داد این بیمناست اگر هم حیاتی وجود داشته باشد چرا تا به حال هیچ از آن دنیا به این مکان نیامده است زایمان پایان زندگی است و بعد از زایمان جز تاریکی و سکوت و فراموشی چیزی وجود ندارد ما هیچ جا نخواهیم رفت و همه چیز تمام خواهد شد دومی در پاسخ گفت نمیدانم اما مطمئن هستم که مادر خود را خواهیم دید و او از ما مراقبت خواهد کرد اولی گفت مادر آیا تو به وجود مادر اعتقاد داری واقعا خنده اگر مادری در کار است پس کجاست پس چرا خود را به ما نشان نمیدهد دومی گفت او در اطراف ما قرار دارد و ما با او احاطه شده ایم ما از او هستیم و به خاطر او ما میتوانیم زنده بمانیم بدون او این دنیا نمی تواند وجود داشته باشد اولی پاسخ داد من که او را نمی بینم بنابراین منطق این را به من می گوید که او وجود خارجی ندارد دومی گفت بعضی وقتا زمانی ما در سکوت هستیم زمانی که سکوت می کنیم و تمرکز می کنیم و گوش فرا می گیریم می توانیم از حضور او آگاهی پیدا کنیم و صدای عشق او را که از بالا ما را می خاند بشنویم آیا خدایی وجود داره دوستان؟ بله خداوند در اطراف ماست خداوند در اطراف ما ما را احاطه کرده ما در خداوند حیات داریم و زندگی داریم ما او از ما مراقبت می کند و آواز عشق خود را میخواند و ما را صدا میزنه خداوند و ما میتونیم صداش رو بشنویم عیسی مسیح در یوحنا باب ده آیه یازده و آیه 27 تا 28 میخونیم که عیسی مسیح فرمود من شبان نیکو هستم شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان مینهد آیه 27 میگه گوسفندان من آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا مطابقت میکنند و من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچی از آنها را از دست من نخواهد گرفت عیسی مسیح از ما مراقبت میکنه ما را صدا میزنه آواز عشق خودش رو میفرسته تا ما صداش رو بشنویم و از صداش اطاعت کنیم دنیا دوستان به سمتی کشیده شده که بعضی ها حتی وجود خالق خودشون رو انکار میکنند در مدارس در کشورهای غرب نظریه تکامل رو تعلیم میدن و وجود خداوند و خلقت رو انکار میکنند این چیزی که در کشورهای غربی در کشورهای مثل امریکا، اروپا و استرالیا اتفاق افتاده چندین سالی که نظریه تکامل رو تعلیم میدن نظریه‌ای که توسط داروین در قرن 19 هم شایع شد و بر بسیاری از مردم دنیا تاثیر گذاشته و انسانها رو گمراه کرده آیا شما جز اون دسته هستید که گمراه شدی توسط نظریه تکامل که یه عنصر شیمیایی میاد توسط جهش اتفاق میفته تبدیل میشه به کروموزوم و نمیدنم, نمیدنم دی ای و بعد میاد نم تبدیل میشه به یه حیوان و بعد انسان تکامل پیدا میکنه به این چیز اعتقاد دارید یا به این اعتقاد دارید که خداوند در ابتدا زمین آسمان را آفرید خداوند انسان را شبیه خودش آفرید کسانی که وجود خدا را انکار میکنند باید بپرسیم چند درصد از کل دانش و علم جهان را داره هستند چند درصد علم دنیا را دارند آیا یه درصد بیش از یه درصد آیا امکان داره که خداوند خارج از محدوده علم این بی خدایان وجود داشته باشه یعنی در اون 99 درصد علمی که اینا ندارند وجود داشته باشه 100 درصد پس ما نمیتونیم بگیم که خدا وجود نداره چون همه چیزو نمیدونیم ما شاید یک صدم درصد کل دانش دنیا رو نداشته باشیم هیچ هیچ کدوم از ما همه علم رو نداریم فقط خداوند در علم کامله در حکمت کامل کتاب مقدس میگه و در و طبق حکمت و علم خودش زمین و آسمان رو آفرید خداوند نظریه تکامل دوستان صحت نداره دلیل زیادی هستش که نمیتونه صحت داشته باشه اصلا امکان نداره و علم اینو ثابت کرده رد میکنه نظریه تکامل رو خود داروین زمانی که در بستر بیماری بود و زمانی که از دنیا میرفت خودش نظریه خودش رو انکار کرد اینو میدونستید خودش در حال مرگ بود نظریه رو امک... و ردش کرد چون میدونست که یه نظریه بود که داده بود ولی اثبات نشده بود و نظری... نظری تکامل صحت نداره دلایل زیادی هستش که میخوام امروز در این درس آ... عنوان کنم اولینش اینه که آیا تاکنون در طول تاریخ کسی مشاهده کرده که یه آبزی یا میمونی و یا هر حیوان دیگری تکامل یافته تبدیل به انسان گردد خیر هرگز همچین چیزی توی طول تاریخ دیده نشده میمون همیشه میمون به دنیا میاره و, و میمونم میمونه و میمون هم از دنیا میره یه انسان هم انسان همیشه به دنیا اومده توی طول تاریخ و انسان هم از دنیا رفته هرگز میمون عوض نمیشه یا انسان عوض نمیشه یا حشرات همه به جنس خودشون همیشه به دنیا میان و به جنس خودشون هم از دنیا میرن که در پیدایش باب یک آیه 24 تا 25 اینو میخونیم میگه و خدا گفت زمین جانوران را موافق اجناس آنها ببین جانوران رو میگه موافق اجناس آنها بیرون آورد بهاین به و حشرات و حیوانات زمین به اجناس آنها و چنین شد پس خدا حیوانات زمین را به اجناس آنها بساخت و به هایم را به اجناس آنها و همه حشرات زمین را به اجناس آنها و خدا دید که نیکوز این خداوند اینجا تق... تاکید میکنه خداوند فرمان میده میگه همه چیز همه حیوانات هی به اجناس خودشون همه به جنس خودشون یعنی نمیتونه این جنس عوض بشه که از حشره تبدیل بشه به به یه حیوان دیگه یا از, یا از یه حیوان به عنوان مثال یه سگ تبدیل بشه به یه حیوان دیگه یا انسان تبدیل بشه نه 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 هر حیوان هر حشره انسان همه باید از جنس خودشون تولید کنند و زاد و ولد کنند و خدا دید که نیکوس پس خداوند میبینیم که هر حیوان و هر انسانی از جنس خودش آفری و دومین پس این صحت نداره که که نظریه تکامل میگه که یه حیوانی تکامل پیدا میکنه میمون و تبدیل میشه به انسان این دروغ محسه و توی طول تاریخ اصلا اثبات نشده به من یه نشون بده یه نمونه به من بگو که توی طول تاریخ یه میمون تبدیل بشه به انسان هرگز دیده نشده فقط نظریه است یه تئوریه که برای اینکه بخوای خدا رو انکار کنی یه شخصی اومد داروین اومد این نظریه رو داد که انسانها رو از خدا گمراه کنه دور کنه دومینش اگر یک سیبی را از وسط نصف کنیم و در معرض هوا بگذاریم بعد از مرور زمان چه اتفاقی به آن سیب میافتد اینو به من جواب بدید یه سیب اگه بذاریم در معرض هوا از وسط نصفش کنیم بذاریم دو تا نصف سیب رو بذاریم در معرض هوا چه اتفاقی میفته بعد از یک ساعت دو ساعت بعد از یک روز دو روز بعد از یه هفته چه اتفاقی میفته مسلما رنگش تبدیل میشه به قهوه‌ای و سیاه و بعد فاسد میشه این سیب بعد از یه هفته و از بین میره طبق نظریه تکامل این سیب باید تکامل پیدا می بهتر می بهتر می و بعد سیب بزرگتری می شد خوشگلتر شیرینتر می نظریه تکامل اینه که میگه همه چیز تکامل پیدا میکنه میمون تبدیل میشه به انسان و دنیا عوض میشه تب، تبدیل میشه تکامل تکمیل میشه بهتر میشه ولی اینجوری چیزی اصلا وجود نداره همه چیز در دنیا رو به تخریبه رو به نابودی میره حتی خورشید خورشید کوچکتر میشه. میسوزه میسوزه این نا... گرماش کمتر میشه. اون حرارت از بین میره. همه چیز رو به فساده. درختها میبینید فاسدتر میشن. هر چقدر بیشتر تو... عمر کنه درختها میبینید بعدش خوش میشن. یا انسانها چه اتفاقی میفته؟ آیا بهبود پیدا میکنن؟ نه. انسانها پیر میشن، فرسوده میشن و بعد از بین میرن. هر چیزی که در دنیا هستش رو به زوال رو به نابودی رو به تکامل نیست این دنیا خداوند اینجوری آفریده که رو به نابودیه فقط بهشت خداوند ما رو گذاشته که اینجا یه مدت موقت زندگی کنیم و بعد وارد ابدیت بشیم تو ابدیت تکامل هستش همه چیز تکمیله نابودی نیست اونجا مرگ نیست مریضی نیست عمر نیست زمان نیست اونجا خارج از زمان خواهیم بود که تا آباد زندگی خواهیم کرد و چرا سیب رنگش عوض میشه و فاسد میشه چون اکسیژن مولکولهایی را که در سیب وجود دارند میشکند و آن را تبدیل به دی کربن و سایر انصرهای شیمیایی میکنه و از آزمایش سیب یا یاد میگیریم که هر آمون، امینو اسید به تدریج شک میگیرد و قبل از اینکه تبدیل به دی ای شود اکسیژن آن را میشکند و خراب میکند بنابراین اکسیژن نظریه تکامل را در مرحله و اسید قبل از اینکه پیوند زده شوند و تبدیل به دی ان ای ژن کروموزوم سلول حیات حیوان و انسان شوند به وسیله اکسیده کردن متوقف می کند و سومین چیزی که ما می چینیم یاد بگیریم که نظریه تکامل رو مردود میکنه که صحت نداره اینه که وجدان و جان و حیات انسان چگونه تکامل پیدا می کند؟ این وجدان انسان که در ما هست جان ما حیات ما این حیات از کجا به وجود اومد چجوری تکامل پیدا کرد این حیاتی که در ماست یه جسد مرده با یه جسد با یه بدنی که زنده است چه فرق میکنه در این بدن زنده حیات هستش این حیات از کجا میاد چجوری تکامل پیدا میکنه هیچ انسانی نتونسته یه انسانی رو بیافرینه که حیات داشته باشه ربات میآفرینند و درست میکنن ربات که حیات توش نیست به صورت کامپیوتری کار میکنه ماش به صورت ماشین ولی توش حیات نیست که بتونه زنده باشه بتونه همدم شما باشه بتونه از نیازهای شما آگاه باشه با شما درد دل کنه وجدان زمانی که گناه میکنیم زمانی که کار زشت انجام میدیم وجدان ما عذاب میگیره این وجدان از کجا میاد چجوری تکامل پیدا میکنه نظریه تکامل هیچ دلیلی نداره نمیتونه پاسخ بده که این وجدان از کجا تکامل پیدا کرد جان ما حیات ما چجوری تکامل پیدا کرد هیچ دلیلی نداره اما کتاب مقدس به ما میگه که این وجدان این زمیر از کجا به وجود اومد در رومیان باب دو آیه 15 میخونیم میگه چون که از ایشان یعنی از انسانها ظاهر می شود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و زمیر ایشان یعنی وجدان ایشان نیز گواهی می دهد و افکار ایشان یا با یکدیگر یا مزمت می کنند یا عوض میآورند یعنی خداوند وجدان و زمین را در دل ما گذاشته شریعت خداوند در دل ما نهاده شده که زمانی که گناه می کنیم اون شریعت به ما میگه که شریعتی که در دل ماست که اون همون زمیر یا وجدان ماست به ما میگه که این کار اشتباه بود این کاری که کردی زشت بود این برخلاف اراده خدا بود و ما عذاب میگیریم موقعی که کسی و میکشیم همیشه میترسیم هی میترسیم که یه ما را بگیرن پلیس رو که میبینیم می از دست پلیس فرار میکنیم کنیم میریم دور میشیم که مبادا پلیس ما را ببینه همیشه عذاب داریم توی وجدان ما یه عذابی هستش از کجا تکامل گرفت وجدان از کجا به وجود اومد نظریه تکاملی چه هیچ پاسخی نداره اما کتاب مقدس می خداوند در دل ما این زمین و این وجدان رو گذاشته زاد ولد چه جوری تکامل پیدا میکنه زاد ولد نظریه تکامل هیچ دلیلی نداره آیا در منزل خودتون کامپیوتر دارید آیا در منزل خودتون کامپیوتر دارید این کامپیوتر رو اگر نرم افزار بهش نصب نس... نکنید اگه کامپیوتر خودتون رو به برق نزنید چقدر طول میکشه که این کامپیوتر شما راه بیفته کار کنه روشن بشه و بعد بتونید شما تایپ کنید کاراتون انجام بدید یک سال آیا باید ده سال صبر ت... کنید یه میلیون سال یه میلیارد سال یک تریلیون سال چقدر باید سب کنی تا این کامپیوتر کار کنه هرگز کار نخواهد کرد هرگز یه کامپیوتر باید به برق وصل بشه باید نرم افزار بهش نصب کنی تا بتونه کار کنه بتونید روش کار کنید تایپ کنید و کار باهاش انجام بدید و نظریه تکامل باز دوستان دروغه هرگز یه انسان خود به خود نمیتونه به وجود بیاد زمین آسمان خود به خود نمیتونه به وجود بیاد یه شخصی باید یه شخصی کامپیوتر رو طراحی میکنه بهش برق میزنه به برق و نرم افزار ت... نصب میکنه طراحی میکنه یه شخصی باید خارج از کامپیوتر باشه که کامپیوتر رو درست کنه و بتونه باش کار کنه خداوندم زمین آسمان رو آفریده باید یه شخصی باشه که خارج از زمین آسمان باشه خارج از زمان و مکان باشه که بتونه زمان را بیافرینه بتونه مکان را بیافرینه بتونه زمین آسمان خورشید و هر چیزی که در دنیا هستش انسان رو باید بیافرینه خداوند ما را آفرید و شیش چیز بعدی تاریخی که تا به حال در دنیا ثبت شده به 2500 سال قبل از مسیح برمیگردد چرا وال نظریه تکامل میگه که عمر نمیدونم عمر زمین چندین میلیون ساله چندین تریلیون سال فعلا میلیون میگن میلیارد میگن پس چرا تاریخ نداریم چرا تاریخ برمیگرده به 2000 سال 2500 سال قبل از مسیح چرا چون 2500 سال قبل از مسیح جمع میشه 4500 سال پیش چرا فقط تاریخ برمیگرده به 4500 سال پیش چون 4500 سال پیش یه حادثه بزرگی در جهان اتفاق افتاد که توی کتاب مقدس نوشته در پیدایش باب 6 و 7 این سیل عالمگیر سیل اومد و تمامی زمین همه حشرات و حیوانات پرندگان همه انسان نابود شدن جز هشت نفر و جز اون حیواناتی که سوار کشتی بودن اونا فقط زنده موندن و بعد دوباره در جهان منتشر شدن زاد ولد کردن و تا به امروز در دنیا ما انسان داریم اگه, انسان، اگه طول دنیا اگه عمر دنیا میلیون ها سال پیش بود جمعیت زمین میدونید چقدر میشد میلیا نه میلیارد ها تریلیون تریلیون ها جمعیت زمین بود یعنی توی زمین اصلا جایی وجود نداشت که یه انسان, انسان ها بتونن اونجا مسکن بگیرن همه انسان ها باید کنار هم وای میسن همه انسان ها اگه میذاشتی کنار هم زمین پر میشد اگه میلیون ها سال عمر زمین بود ولی شیش،, شیش هزار سال پیش خداوند زمین و آسمان را آفرید ها را آفرید شیش هزار سال پیش و سه هزار و سال بعدش که شرارت دنیا را ور... گرفته بود خداوند توسط سیل نابود کرد و چهار هزار, سال... چهار هزار سال پیش دوباره انسانها شروع کردن به زاد و ولد و نرخ تولدی که در دنیا امروز داریم اگه از چهار هزار سال پیش حساب کنید دقیقا میاد حدوداً هفت میلیاردو و خورده ای که جمعیت دنیا امروز همین هفت میلیارد و خورده ای هستش چرا تاریخ نداریم هزار, هزار میلیون سال پیش نمیدم صد میلیون سال پیش چرا تاریخ نیستش یعنی من این مردم نشستن بدون اینکه هیچ کاری انجام بدن بدون اینکه کتاب بنویسن تاریخ بنویسن هیچ کاری انجام ندادند فقط در 4500 سال پیش به بعد مردم اومدن تاریخ نوشتن چرا چون سیل اومد و تمامی دنیا رو نابود کرده و نظریه تکامل باز اینجا صحت نداره چون عمر زمین کمتر از 6000 ساله نه بیشتر از 6000 سال نه میلیون ها سال چیز بعدی که صحت نداره نظریه تکامل چرا نسل دایناسورها دایناسورها منقرض شد چرا نسل دایناسورها منقرض شد باز نظریه تکامل ایده ای نداره ولی که تا مادس به ما میگه که چرا دایناسورها منقرض شدند زمانی که سیل اومد همه دایناسورها نسلشون منقرض شد فقط دو تا بچه دایناسور که سوار کشتی شده بودن اونا بودن که زنده موندن که بعد از سیل که پیاده شدن از کشتی اینا بودن که توسط آدما بعدن اونا هم کشته شدن که آدما کشتن این دایناسورها را و نسلشون منقرض شد ولی نظریه تکامل نمیتونه جواب بده که این دایناسورها چرا منقرض شدن حیوانات به این بزرگی به اون عظیم الجثه چجوری نسلشون منقرض شد مگه میشه جواب ندارن اما کتاب مقدس میگه که سیل نابودشون کرد چرا رد پای انسان و دایناسور در یک لایه سنگ در تگزاس آمریکا، ترکمنستان، یوتا و نیا... نیکاراگوه پیدا شده؟ ول کتا... نظریه تکامل میگه که دایناسورها چندین میلیارد یعنی 60 میلیون سال قبل از انسان ها زندگی میکردند یعنی قبل از اینکه انسان وجود داشته باشه دایناسورها نسلشون منقرض شد ولی چرا توی تگزاس توی ترکمنستان لایه سنگی پیدا شده که توش رد پای انسان و دایناسور همزمان توی لایه سنگه چرا چون دایناسورها و انسان ها با هم زندگی میکردن؟ توی مکان توی زمین بودند 6000 هزار سال پیش زمانی که خداوند زمین آسمان رو حیوانات رو انسان رو آفرید اینا با هم زندگی میکردن که در سیل نوح نابود شدن و اثرش امروز هستش که در در لای سنگ دیده میشه که امروز کشف شده که ثابت میکنه که کتاب مقدس صحت داره و نظریه تکامل دروغه دلیل بعدی که نظریه تکامل صحت نداره چرا دی ای دایناسور در استخوان بعضی از دایناسورها پیدا شده چگونه دی, دی ای میتونه به مدت 60 میلیون سال در استخوان دایناسور زنده بمونه نمیتونه چون دایناسورها 6000 سال پیش زندگی میکردن با انسانها ها دلیل بعدی که صحت نداره اینه که تکامل چگونه اصلا به وجود میاد نظریه تکامل بر این عقیده است که جهش زینف گونه انسان یا حیوان را به وجود آورد ولی آیا کسی میتونه جهش زینف یا یک فرم تبدیلی را نام ببرد خیر چون چیزی وجود ندارد چنین چیزی وجود نداره که نظریه تکامل رو ب... بتونه اثبات کنه فقط یه تئوریه یه نظریه است نظریه تکامل که هیچ شواهد و مدرکی هیچ دلیلی هیچ اثباتی برش نیست و بعد آیا به سیل عالمگیر اعتقاد دارید مسلما نظریه تکامل اینو رد میکنه میگه نه سیل وجود نداشته اگه برید توی www.arkdiscovery.com که ما میتونیم کشتی رد کشتی نوح در آرارات در کوههای آرارات نشسته در بالای کوه که در منطقه ترکیه نخ جوان اون منطقه هستشون های آرارات اونجا نشسته بر روی کوه چجوری کشتی میره کشتی به اون عظیم الجسی 150 متر طول کشتی بود چجوری رفته بالای کوه کشتی یا چجوری میتونی ببری بالای کوه اونجا ردش که اونجا نشسته روی کوه آرارات چجوری نشسته این دولت ترکیه یه تحقیقاتی و پژوهشی در این باره انجام داد و و کشف کردن که این همون کشتی نوح بود که اونجا بر گل نشسته بود بر بالای کوه نشسته موقعی که سیل اومد پایین پایین آب تموم شد از زمین آب جدا شد تمام شد اون موقع کشتی نشست بر کوه آرارات که امروز هم اگه برید کوه آرارات اونجا ردش اونجا مونده که میتونید توی این وبسایت برید و نگاه کنید نظریه تکامل اینو رد میکنه سیل عالمگیر در لایه سنگا نگاه کنید در کوه پشت کوه نشان از این داره که سیل بوده یه زمان سیل اومده که در تمامی افسانه تمامی کشور بیش از تا فرهنگ تا کشور هستش توی چین توی هندوستان خیلی کشورها راجب سیل گفته شده افسانه هستش توی ایران ما داریم ما میدونیم که سیل اومده بوده یه روزی توی حتی چین که کمونیستیه به خدا اعتقاد ندارن اونا اعتقاد دارن که یه زمانی سیل تمامی دنیا رو نابود کرده خیلی از فرهنگ چرا چون توی کتاب مقدس اومده و این نس به نص گفته شده این سیل و و این شایه شده در تمامی دنیا و بعدی اصر یخبندان چگونه به وجود اومد باز نظریه تکامل هیچ ایده ای نداره اما کتاب مقدس به ما میگه که موقعی که سیل عالمگیر اومد موقعی که سیل تمامی جهان را فرو گرفت آبهای زیرزمینی فوران کرد و آبهای روزنه آسمان گشاده شد از بالا از آسمان باران شدید اومد طوفان اومد از زمین فوران کرد یه فشار آب عظیمی درست شد در زمین و باعث شد که بیش از ده هزار تا آتش فشان به وجود بیاد در زمین ده هزار تا آتش فشان همشون فوران کردند خاکستر رو دادن به بر... آسمان و خاکستر این آتفش... آتش فشان ها ده هزار تا آتش فشان رفتن توی اتمسفر پر خاکستر شد سیاه شد و جلوی نور آفتاب را گرفت این خاکستر و باعث شد که نور آفتاب به زمین نرسه و عصر یخبندان شروع شد زمین سرد شد یخ بست زمین و برای همین عصر یخبندان شروع شد و بعد بعد از مدتی که این خاکستر از اتمسفر اومد پایین فرو نشست هوا اتمسفر تمیز شد بعدش دوباره آفتاب نور آفتاب به زمین خورد که باعث شد که این یخ ها نم نمه باز بشه و آب بشه و بعد دوباره زمین حرارت خودش رو گرمای خودش رو به دست آورد ولی نظریه تکامل نمیتونه جواب بده که این اصر بندان چجوری به وجود اومد چیز بعدی که صحت صحت داشتن تکامل رو نظریه تکامل رد میکنه اینه که چرا تئوری تکامل برای اثبات نظریه تکامل به تعلیم رویانشناسی قیاسی ادامه میدهد در حالی که این چیز از سوی وی لهلم هیز در سال 1874 میلادی از, سوی کیبل 1915 میلادی ماکل ریچاردسون 1997 میلادی و والتر گارساتنگ در سال 1921 میلادی کاملا مردود و بی و یک شوخی بیمزه اعلام شد نظریه بعدی اکثر تکامل گرایان پیچیده بودن حیات را درک نمی کنن. دوستان حیات بسیار پیچیده است بسیار پیچیده است چجوری مغز انسان چشم انسان رو در نظر بگیرید چقدر پیچیده است این چشم مغز انسان که چقدر ما میتونیم اطلاعات در مغز خودمون ذخیره کنیم این چجوری تکامل پیدا کرد چشم انسان چجوری تکامل پیدا کرد نظریه تکامل نمیتونه جواب بده اما خداوند این نظم رو این بدنهای ما اعضای بدن ما که بسیار پیچیده هستش حیات ما بسیار پیچیده هستش که انسان ها نمیتونن توی لابراتوارها توی آزمایشگاه ها نمیتونن یه انسانی مثل انسانی که خداوند آفریده درست کنن بیافرینن و بهش حیات بدن که بتونه مغز داشته باشه هوش داشته باشه نمیتونن پس دوستان ما متوجه میشیم که نظریه تکامل صحت نداره خیلی دلایل هستش که دروغ نظریه تکامل یه نظریه است هیچ شواهدی نیست هیچ مدارکی نیست در واقع تمامی چیزهایی که در جهان ما میبینیم نظریه تکامل رو رد میکنه خود داروین که نظریه تکامل را شایع کرد توی دنیا در حال مرگ خودش نظریه خودش رو رد کرد انکار کرد دعا میکنم که به آفرینش به خلقت ایمان داشته باشید دوستان چون خداوند همه ما را داوری خواهد کرد انسان ها چون میخوان داوری خداوند رو انکار کنند از گناهانشون از داوری مجازات میخوان فرار کنند این کار را انجام دادن که میخوان خدا رو رد کنند دعا میکنم که بهش ایمان داشته باشید و نجاتش رو دریافت کنید شما را تا برنامه دیگه, دیگه به خداوند میسپارم اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کنه. برای مکاتبه با ایشان لطفا از طریق تلگرام ادساین بشارت 777 اقدام نمایید